یکی از مهمترین جلوه های اعتراض های سراسری چند ماه گذشته در ایران مبارزه با حجاب اجباری بود. بعد از چند ماه مقام ها و دستگاه های مختلف وعده سختگیری بیشتر درباره حجاب میدن. امروز هم روز جهانی حجاب. حجاب اسلامی فقط توی چند تا کشور اجباری: جمهوری اسلامی ایران، افغانستان تحت حاکمیت طالبان، غرب یمن که دست حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی، شهرهای مدینه و مکه در عربستان سعودی و استان خودمختار آچه در اندونزی که تحت سلطه مسلمانان افراطی. البته گروه های تندرو زنان رو در نقاط مختلف تهدید میکنن برای رعایت حجاب اجباری، از جمله در دو شهر نجف و کربلا در عراق. در ایران حجاب از ابتدای روی کار اومدن جمهوری اسلامی به تدریج اجباری و قوانین اسلامی تدوین شد. این موضوع البته با واکنش زنان ایران روبرو شد و در اولین تظاهرات روز جهانی زن علیه اجباری شدن حجاب و قوانین اسلامی تظاهرات کردند. با این حال رفته رفته با تشکیل گشت‌های کمیته انقلاب اسلامی، تعطیلی دانشگاه‌ها و سرکوب‌های بعد از خرداد 60، حکومت موفق شد حجاب اجباری را در خیابان‌ها و ادارات برقرار کند. مهر ماه سال 60 هم مجلس قانونی درباره خلاف بودن عدم رعایت حجاب در اداره‌ها تصویب کرد. من تو ستاد مشترک همه رو جمع کردیم. عدد خیلی زیاد نبود، البته حالا یادم نیست چقدر، 30 نفر بودن. یکی دو نفر با روسری بودن، بقیه هم بی حجاب. من رفتم براشون صحبت کردم، گفتم که باید با روسری همه بیاد از فردا، این اینجا نظامیه، اینجا ارتش فلانه، مقررات ویژه خودش داره، فرمانده وقتی چیزی میگه امام فرمانده شماست وقتی دستور داده میشه، به اضافه این که حالا یک سری آیات و روایات و آخرت و دنیا و به نفع شماست و سالم میکنه محیط رو و خلاصه تهش هم التیماتوم دادیم که از فردا هیچ که حق نداره بدون حجاب. خیلی اونجا شلوغ کردن، غر زدن، داد زدن، یکی گفت نمیشه، میشه. خلاصه اونجا ما محکم گفتیم نمیشه، از فردا باید همه با حجاب. بعد از شدت گرفتن سرکوب‌ها و شکایت از نحوه برخورد نیروهای حکومت، خمینی 24 آذر 1361 دستورالعملی که به فرمان 8 ماده‌ای معروف شد صادر کرد. اون زمان بعضی تصور کردن ممکنه این فرمان شامل لغو حجاب اجباری هم بشه، اتفاقی که البته نیفتاد. 18 مرداد ماه 62 قانون تعزیرات در مجلس شورای اسلامی تصویب شده. بر اساس اون کمیته های انقلاب اسلامی موظفن زنانی که بدون حجاب شرعی به خیابون ها میان رو دستگیر کنن و به دادسرا تحویل بدن. این زنها به 74 ضرب شلاق محکوم میشن. سال 84 طرح جامع عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمد خاتمی تصویب شد. این طرح مقدمه تشکیل گشت ارشاد شد. از خشونت گشت ارشاد در برخورد با زنان تصاویر زیادی هم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده. بیست و دو شهریور امسال مهسا ژینا امینی، دختر جوانی که به تهران اومده بود، رو گشت ارشاد بازداشت کرد. او پس از چند ساعت در حال کما به بیمارستان منتقل شد و جان باخت، اتفاقی که باعث شد اعتراض‌های سراسری در ایران شروع بشه. اعتراض‌هایی که یکی از مهمترین نشونه‌هاش سوزوندن روسری در خیابون‌هاست.